دایی جان این ناپولون بناپارت یک عیب بزرگ داشت. پیروزی او را چنان مغرور میکرد که دشمن را دست کم میگرفت. او در شب روزخانی و بعد در ماجرای تحریم دواخانه آقا جان را به سختی شکست داده بود. اما رابطه دوستعلی خان با طاهره زن شیرعلی قصاب موقعیت باشکوه او را متزلزل کرد و میدان به دست آقا جان افتاد. حالا آبروی چند صد ساله خانواده به خطر افتاده بود. دوستعلی خان از ترس انتقام شیرعلی قصاب هنوز در جای نامعلومی پنهان بود و زنش خانم عزیز سلطنه عاشق شازده اسدالله میرزا شده بود و شازده که به قتل دوستعلی خان اعتراف کرده بود همچنان در چنگ نایب تیمورخان مفتش تأمینات گرفتار بود. زندگی شازده رو دو خطر تهدید میکرد. اول تناب دار، دوم عشق با شکوه خانم عزیز سلطنه. چی میخواین تلفن بکنین؟ به رئیس تامینات. که بیان اینجا چیکار بکنه؟ این مفتشا دارن جوون مردم رو زجر کش میکنن. هرچی به اون نایب احمق میگم که این بدبخت بیچاره ای طفل معصوم بیگناه گوش نمیده. حالا میخوام به رئیسش تلفن کنم و بگم که این اصلا یه بدبخت بیگناهه. خانم آبروریزی نکنین. میخوام بهش بگم که یکی از شماها دوستعلی رو کشته. میخوام بگم که اصلا یه بیچاره هیچ تقصیری نداره. جوون مردم داره تو زندون میپوسه. خانم عزیز خانم بود اینجا لغوشون. اینقدر جیغ نزنین، فریاد نکشین. جیغ میزنم، داد میکشم، فریاد میزنم. میرم همتون رو لا میدم. همین شماها دوست دارید سر بریز کردین. میخوام بگم اصطلاحی بیچاره به خاطر شماها داره خودشو فدا میکنه. عجیبه، همینجور داره داد میزنه. چی به تو گفت بیا اینجا؟ برو تو اندرون. خیال کردین من نمیدونم؟ یا دوستعلی رو سربنیز کردین انداختین گردن اون طفل معصوم اسدالله، یا یه جایی قایمش کردین که اون فرخ لقا خانم ترشیدتونه به ریشش ببندین. خیال میکنین من خبر ندارم؟ خانم عزیز، خانم خواهش میکنم، من نمیدونم کدوم آدم خبیثی این فکر رو تو سر شما انداخته. خواهش میکنم فریاد نکشین. جیغ میکشم، داد میکشم، کاش که یک بوی اصلا تو تن شماها بود.
حیف، حیف است و لک قوم خیش شما هاست. آدمی به این نجابت، به این ظرافت، انقدر حساس، یعنی ممکنه آدم بکشه. اصلا چیزی دوست علی رو نکشته. دوست علی از بنده و شما هم سالم تره. اون از ترس شما رفته قایم شده. حالا دیگه من ترسناک شدم؟ دوست علی از ترس من قایم شده؟ هیچ میفهمی چی میگی پیرمرد؟ حیف از اون استله که قمخیش شما هست. خانم من الان نمیدونم دوست علی کجاست، ولی قول شرف میدم چه جای دوری نرفته، رفته یه جایی قایم شده. مطمئن باشین هر جا رفته باشه تا فردا صحیح و سالم به شما تحویلش میدم. دوستعلی شما رو دوست داره، کجا ممکنه بذاره بره؟ دوره بابای دوستعلی، من باید تلفن کنم. عزیز خانم تلفن به رئیس تأمینات فایده نداره. اجازه بفرمایید من بفرستم عقب نایب تیمور خان بیاد اینجا. کارا همش دست اونه. وقتی اومد اینجا شما بهش بفرمایید دوست علی پیدا شده، یعنی میدونیم کجا رفته. اگه اینجور بگین اسدالله زودتر آزاد میشه، ما فرصت بیشتری داریم که بگردیم دوست علی احمق رو پیدا بکنیم. اگه دست به دست بکنین اسدالله بیچاره رو میبرن زندون. خدا منو مرگ بده که جوان مردم رو تو زندون نبینم. باشه، من حرفی ندارم، فقط به خاطر اسدالله. خیلی خوب به نایب بگیم بیاد، اصلا من از شکایتم صرف نظر میکنم. نه خانم اینجوری فایده نداره، شما باید بهش بگین که دوست علی نمرده، زنده است، با شما صحبت کرده، یعنی تلفن زده صحبت کرده. من قول میدم تا فردا دوست علی رو چهره تاس دوست علی فدا یه موی اسدالله. میخوام 70 سال سر به تنش نباشه. اگه نخوام با دوست علی زندگی کنم باید کیو ببینم ها؟ قاسم هی بابام، هی اگه آقا شما رو ببینه تکه بزرگتا گوشتا را ها. بودو بابام جا برو. قاسم کجا بودی بابا تو؟ خدا پدرت بیامرزه. زود یه سر برو منزل شمس علی میرزا، بگو عزیز خانم گفتن دوست علی پیدا شده. زود یه دقیقه تشریف بیار اینجا. چشم شما روشن خانم مژدگانی ما، یا تا نروه ها. صبر کن بابا جون، صبر کن دوست علی اینجا پیداش بشه، اون وقت مژدگونی یه چماق تو سر تو اون خورد میکنم. دستان درد نکنه خانم. مژدگونی میخوای ها؟ آقا فاتحه دواخونه رو باز بخونید. شما گفتین یه روز تعطیل کنین، ما هم تعطیل کردیم، اما بازم فایده ای نکرد. مردم اعتقادشون به حکیم و دعا از دوا دکتر بیشتره، باید یه فکر دیگه کرد. مگه اون چیزی رو که راجب تغییر دکوراسیون دواخونه گفته بودن بنویسین رو در ننوشتین؟ چرا؟ دادم خوشخط و درشتم نوشتن، دادم روی پرده گندم نوشتن به خط میرزا علی خوشنویس، اما انگار کسی به این نوشته ها اعتراض نکرده. آقا جون یه چیزی که تو کله این مردم رفت دیگه در آوردنش مشکل. یعنی چه؟ مردم حرفشون چیه؟ چه دشمنی دارن؟ هیچی آقا، چیزی نمیگن. امروز حتی یه نفر نیومده دو مسخال سلفا دوسود از ما بخره. صبح بنده خدا یه دهاتی رهگذری خواست پاشو بذاره تو دواخونه. سبزی فروش و بقال انقدر فوش نفری نسار اون بیچاره کردن که ترسید و رفت. باید یه راهی پیدا کرد. خودت چی میگی؟ حالا خودت فکری راه چاره ای باش. هیچ راهی نداره آقا، اهل محلو من خوب میشناسم. اونا تو کلشون رفته که ما دواهامونو با الکل و عرق میسازیم. اگه دم مرگم برسن محاله از ما دوا بخرن، محاله. این شوهر خواهر شما شایع کرده که من دین و مذهب ندارم. منم فعلا دواخونه رو بستم تا ببینم شما چی میگین. هیچی، فعلا کلید برق رو قطع کنه، این دواخونم بسته باشه تا من پدر این مرتکره بسوزنم. این بی همه چیز میخواد من از زندگی ساقط کنه،
پدری ازش در بیارم که تو تاریخ بنویسن. همون بلایی رو به سرش میارم که انگلیسا به سر ناپلون آوردن. نامردم اگه جنازش توی گور نذارم. ای بی همه چیز، ای نانجیب، چنان ناپلونی تو قبرش بکارم که هفت ناپلون از بغلش در بیاد. خیلی هم خوشحالم که رفع سوء تفاهم شد. شوهر خانم به حمدالله سالم و سلامت منزل یکی از منصوبان هستن. سکت! شما مطمئن هستین که مقتول زنده است؟ بله بله آقای نایب. آقای نایب، خوشبختانه معلوم شد که دوستالی زنده است. اصلا بادم جون بم آفت نداره. این نرخر تا منو از بین نبره خودش از بین نمیره. خدا رو صد هزار بار شکر که زن و شوهر بالاخره به هم رسیدن. ببینم، اگر مقتول زنده است پس شما چرا اعتراف به قتلش کردین؟ بله؟ جواب بده، زود، تون، سری. من خیال میکنم که خواب دیده بودم که... ساکت! منو مسخره کردین؟ یک نفر رو میکشن؟ قاتل با زبون بازی دل از زن مقتول میبره؟ بعد زن مقتول اظهار میکنه که شوهرش زنده است. مأمور تحقیقم مثل یک بچه خوب به اونا شب بخیر میگه. انشالله خودم تناب دار رو به گردنت میندازم. چی؟ تناب دار؟ تناب دار رو به گردن بابات میندازم؟ من چشمتم خواهد دار میارم. سلطنه خانم، خواهش میکنم، استدعا میکنم، آقای نایب دارن به وظیفه قانونی خودشون عمل میکنن. شما باید به ایشون توضیح بدید، نه اینکه اصلا به شما چه مربوطه؟ شما چرا دخالت میکنی؟ شما چی کاره محلی؟ شوهر نرخر من رفته پی البتیش، مفتش رو بردیم، مفتش شعور نداره، به جوونه بیگناه مردم تهمت میزنه. اینا به شما چه ربطی داره؟ گفتم ساکت. درد و مرض و ساکت. همچین با این خاکنداز میزنم تو سرش تا عینکش بره تو اون چشمای کورش. خانم بالا غیرتن آروم، خواهش میکنم. هرچی تو بگی هست الله. من تا مقتول رو به چشم خودم نبینم نمیتونم متهم رو آزاد کنم. اسپیران قیاس‌آبادی. بله قربان. متهم رو جلب کن. صاف این چه وضعیه؟ ایراد ضرب مأمور دولت حین انجام وظیفه؟ شما هم توقیف هستید خانوم. اسپیران خانوم رو جلب کن. قربان لطفا خانوم خودتان جلب بفرمایید. بنده قاتل میارم. وایسا در میریم اگه جارت داری بکنم. نفش هم گنه بارو جلبش کن. وایسا دیگه وایسا از تو لطفا یه کاری بکن. مامد حالا دیگه ما شدیم رام کننده حیوانات وحشی. عزیز خانم جون، عزیز جون، عزیزی خاک انداز رو روزه کنم، خواهش میکنم. عزیز بزو ما قضیه رو برای خان نایب توضیح بدیم. با جنگ و دعوا که کاری از پیش نمیره. قربون اون شکلی ماید برم عزیز دلم. هرچی تو بگی هست. قربونه تو. آقا، آقای هشتال میرجان، بهتره بفرمایید بریم. شما قاتل فهمیده هستین. بر کنار خانم بازه سواری میشن ها. آقای نایب ملاحظه می‌فرمایید که دوست علی خان پیدا شده و تلفنی سلامتیشو به خانم خبر داده. دیگه موضوع شکایت و تحقیق و این حرفا منتفیه. سکت! شما که مستنطق عدلی هستین، شما که ادعا میکنین از قانون سر رشته دارین، شما حلشون کنین که تعقیبی که با شکایت شاکی خصوصی شروع میشه وقتی پای قتل در میون باشه با گذشت شاکی خصوصی منتفی نمیشه. بنده قاتل رو جلب میکنم سرکار، فردا با مقتول بیاین اداره که ترتیب استخلاصش رو بدیم. مومد آقای نایب، اومدیم با مقتول، نخواستم رای ما بیاد. وقت تکلیف بنده چیه؟ دوباره بده برم زندون؟ سکت! حرکت به طرف زندان، زود، تند، سریع. شهادت هم حرکت به طرف آنزده عبدالله. بریم من یه تلفن به رئیس اینا بزنم تکلیفشون رو روشن کنم. خانم، عزیز خانم، سلام آقای رئیس، قربون محبت شما.
بله پیدا شده، قهر کرده بود رفته بود منزل یکی از قوم خیشا. خیلی خیلی متشکرم. اما آقای رئیس، این آقای نایب تیمور خان شما میگه که حتما دوستعلی کشته شده، میخواد عبدالله میرزا رو جلب کنه. بله بله درسته، هرچی بهش میگیم عبدالله میرزا قاتل نیست، دوستعلی نمرده، باور نمیکنه. بله نوعموی رو کردین میرزا. بله ده بله بله، همون که با ما بود همون سال که شما اومده بودین دماوند دیگه، باغ اختیار دوله، یادتونه چه خوش گذشت. شما نمیدونین چه فرشته ای از اخلاق و انسانیت. بله چشم، همین الان میخوان با تو حرف بزنن، پوستتو میکنم اگه عوضی حرف بزنی. بیا قربان، با عزتون سلام عرض میکنم. برای قربان هر طور که شما هم بفرمایید. برای قربان توجه بفرمایید، ما در پرونده‌ای که تشکیل دادیم شکایت خانمو به عنوان قتل مرحوم شوهرشون در پرونده نوشتیم. حالا بنده شخصا تا خودم متهمو نبینم و هویتشو احراز نکنم. برای قربان هر طور شما هم بفرمایید. چی فرمودید؟ خود خانم قربان؟ خود خانم چطور میتونن ضمانت متهم بکنن؟ بدش من خفه خون. الو؟ بله آقای رئیس، من خودم ضمانت میکنم. نه بابا، بین ما از این حرفا نیست. اصلا عبدالله میرزا رو من امشب میبرم منزل خودمون. مامان دامه چی؟ مامور شما میتونه امشب منزل ما بخوابه؟ عبدالله میرزا رو من از خود بذار ببینم چی میگن. عبدالله بله شما اتاقای بالامون خالیه، میتونی اونجا بخوابی. بله چشم، آقای نایب با تو کار دارن. بله قربان چشم اطاعت. من مردم که تو رو ببرن زندون. درسته، هرچی شما هم بفرمایید، اطاعت میشه. ضمناً یه جوری باشه که کار خلاف مقررات هم نشده باشه. قربان اطاعت میکنم قربان، سعی مواره کم نشه قربان. با عزتون. پرونده برای همیشه بسته میشه. شما رو امشب به ضمانت خانم آزاد میذارم. اسپیران قیاس آبادی هم منزل خانم میمونه. حق نداری پات از خونه بیرون بزنی. تاکید! اسپیران قیاس آبادی. بله قربان. تو امشب منزل خانم میمونیم. متهم حق نداره پاش از خونه بذاره بیرون. بعدا تو مسئول هستی. بله قربان. مومنت. اگه اتفاقا این دوستان این آخر برگرده خونه چی میشه؟ اصلا مردم چی میگن؟ اجازه بدی من همینجا بخوابم، آقای آسپیران هم مراقب باشن. ساکت؟ چرا زور میگین شما؟ گفتم ساکت؟ حرف زیادی موقوف. قاتل فقط با ضمانت قانونی خانوم زندان نمیره. خانوم ضامن قانونی شما هستن. آقایون خباحت داره، یه مرد گردن کلوف چطوری شبو در منزل یه خانوم محترمی که شوهرش هم منزل نیست صب کنه؟ حیثیت و آبروی خانواده رو دارین به باد میدین. شمس‌علی اینقدر شلوغ نکن، بذار سر صداها بخوابه. عبدالله موش نیست که گربه بخورده. این چه حرفی آقا شما میزنین؟ عبدالله میتونه شب و منزل خودش بخوابه یا این که اینجا بمونه؟ این خلاف کدوم مقررات؟ سکت؟ کی به شما اجازه داد در کار نماینده قانون دخالت کنین؟ جواب بده زود تون سری. آقای مفتش، ما هم سرمون تو قانونه. از شما که نماینده قانون هستین میپرسم، چه مانعی داره که برادر من به ضمانت من یا آقا یا حتی خود خانم شب و منزل خودش بخوابه؟ ضمانت شما و آقا و غیر و ذلک برای من مهم نیست. خانم زمین ایشون هستن، ایشون رو زد بدون من حرفی ندارم. خانم شما راضی هستن؟ من نه، من از کجا بدونم همونطور که دوست داری بدبخت مادر مرده رو فرارش دادن از دلارم فرار ندم؟ اون وقت من کجا بگردم پیداش کنم؟
من وقتی جواب گوشم که اصلا زیر چشم خودم باشه. اصلا چرا لال شدی؟ خودت یه چیزی بگو، چرا صدا در نمیاد؟ داشت من در مقابل زور قانون چی میتونم بگم؟ واقعا که قباحت داره. من خودم برای گرفتن رسید تا منزل همراه شما میام. اسپیران قیاس آبادی. بله قربان. به اتفاق خانم و قاتل حرکت. باشه جونم، باشه استله جان. نترسی، بیا بریم. استله، توف به اون رود بیاد. مومنت، چیز غریبی ها. دو روز پیش اومدم اینجا یه سلامی بکنم برم، دستی دستی شدم قاتل. دو روز زندونی کشیدم، باغچه خونمو کندن، حالا باید فحش بشنوم. اگه خدای نخواسته اتفاقی افتاد، مسئول شما هستین که ما رو قاتل کردین. سکت! اسپیران قیاس آبادی. بالا قربان. مجسمه بلاحت. بالا قربان. زود تون سری به سوی سان فرانسیسکو. بفرمایید عزیز خانم. شب بخیر آقایون. ماها انگار نه انگار که بزرگ این خانواده هستین. آبری ریزی تا کی؟ سماجت تا کی؟ فقط همینمون مونده بود که پای پلیس و عدلیه تو این خونه واز بشه. تا چت؟ شما هم دارین از پشت به من خنجر میزنین. جونم به لبم رسیده. از یه طرف اون مرد خبیث، از یه طرف هم شماها. من چه خاکی به سرم بریزم؟ من باهاش صحبت کردم. اگه تا فردا صبح با هم آشتی نکنین، اگه تا فردا صبح این مسخره بازی ها تموم نشه، منم مثل برادرهای دیگه از این خونه میذارم میرم یه جای دیگه زندگی میکنم. تو چرا خام شدی؟ خونه رو اجاره میدم به یه درازل اوباش محله. حالا که اون کوتا اومده، شما هم دست بردارین دیگه. تو چرا خام شدی؟ تو مگه این آدمو نمیشناسی؟ این ماره، این خطرناکه. به قول ناپلئون، اون موقعی که میدان جنگ ساکته، خطرناکترین لحظه هاست، مثل سکوت گلوله توی مخزن تفنگ. من قسم میخورم که اون مرد الان مشغول کشیدن یک نقشه شیطانی دیگه است. بنویسید این جانب، اسم و فامیل خودتون رو مرقوم بفرمایید. متعهد می شوم که آقای اسدالله میرزا، اسم پدر و اسم فامیلشو مرقوم بفرمایید. را اول وقت اداری فردا در شعبه جنایی اداری تأمینات حاضر نموده و او را به مقامات مربوطه تحویل نمایم. مومنت، اگه میخوان این کار کاملا قانونی باشه، باید مرقوم بفرمایید همونطور که سعی و سالم تحویل گرفتم، سعی و سالم هم تحویل میدم. ایوا اصلا این چه حرفیه که میزنی؟ خب دیگه سکت. اسپیران قیاس آبادی. بله قربان. هر اتفاقی در قیاب من بیفته تو مسئولی. بله قربان. اسپیران قیاس آبادی. بله قربان. مجسمه بلاحت، بیا درو ببند. خاک بر سرت. اصل جونم، تو برو لباساتو در بیار تا من این مردی کار دست به سر کنم. خب آقای اسپیران. بفرمایید خانم، ما در خدمتیم. من که این وقت شب نمیتونم از خونه برم بیرون. ممکن است شما یه خواهشی بکنم؟ بفرمایید. شام چیزی نداریم، شما گشنتون نیست؟ چرا؟
آقای مفتی سلام علیکم. سکت. آه ببخشید شما هستی؟ حالی شریف. از مرحمت شما. انشالله که نتیجه تحقیقات خوب بوده. با وجود شخص جنابالی فکر نمی کنم مشکلی باقی مونده باشه. از قضای یه ساعت پیش به یکی از دوستانم برخوردم. تا اسم شما را آوردم گفت به آقای نایب تیمورخان تو تمام مملکت مشهورن. خب نتیجه تحقیقات چی بوده؟ والا شکی اظهار کرد که مقتول زنده است. من ورش کردیم. عجب. شما باور کردین؟ از شخصی مثل شما بعید. شما به چشم خودتون دوست علی خان رو دیدید؟ نه خیر، ولی البته اینم باید عرض کنم که شخص من اصولا به هر شخصی و عملی سوء ظن دارم. میفهمم. البته من مقتول رو شخصا ندیدم، ولی گویا به شاکی تلفن کرده، ما متهم آزاد گذاشتیم. پس متهم آزاد کردین؟ از شخصی مثل جنابالی خیلی بعیده. آزاد نکردیم، با ضمانت کتبی شاکیه فیلان گذاشتیم تحت نظر باشه. مامور بندن در منزل شاکیه مراقبه. پس متهم تو منزل شاکیه است؟ عجب. البته اینم به اصرار آقای رئیس بود، وگرنه بنده محال بود متهمو جلب نکنم. محال بود. شب بخیر. شب بخیر. اولاق ساکت باش. زهر تالا کجا بودی ها؟ گوش درازتو بکنم. آقا صبر کن صبر کن، ما جای دوست علی خان نپیدا کردیم. راستی کجاست؟ ما قسم خوردیم به کسی بروز نیم بود کجاست. بکن زودتر بگو. اول او انعام اینه که وعده کردی هم محرمت کنیم. حرف میزنی جای این گوش درازتو بکنم. آقا صبر کنی آقا. خونه آقای دکتر قایب آوی هست. چی؟ خونه دکتر ناصرالحکم؟ آره. ای دلگه. اما آقا صدیقه ما رو قسم دایه به کسی بروز نیم. حرام زاده چه جایی پیدا کرده؟ زیر گوش همه، به عقل جنم نمیرسید. بیفت جلو. نه آی دکتر ببخشید نصف شبی مزاحم شدم، وضع خیلی بدی پیش اومده. هر جوری شده دوست علی خان همین الان باید از خونه شما بیاد بیرون، والا امشب تو این محله آبروریزی میشه. تا دیر نشده از خونه بیارنش بیرون. آخه من چطور اون از خونه خودم بیرون کنم؟ من که نمیتونم. آقای دکتر پای جونش در میونه، شما خودتونم تو دردسر میافتین. اون از دست زنش تو خونه من قایم شده، برای من دردسر داره. کسی نمیدونه که دوست علی خونه شماست. همه خیال میکنن دوست علی کشته شده. مفتش تامینات به شیرعلی قصاب شک داره. مأمور گذاشتن که شیرعلی رو توقیف کنن. اگه شیرعلی رو بگیرن بهش میگن چون دوست علی با زنش رابطه داشته به اون مشکوکن. اون وقت میدونی چه قیامتی به پا میشه؟ دوست علی میمونه و شیرعلی و ساتور قصابی. برای شما هم خطر داره اگه شیرعلی بفهمه دوست علی تو خونه شما پنهان شده بوده. عجب درد سرایی درست میکنن برای آدم این قوم خیشای شما.
من خیال میکردم از دست زنش فراری شده، حالا شما میگین از ترس شیرعلی قصاب اومده قایم شده تو خونه من. ببین من برای دوستعلی خیلی نگرانم، میترسم خون را بیفته. چاره چیه؟ از خونه بیارنش بیرون، بلکه فکری به حالش بکنی. محال از خونه من بیاد بیرون. آی دکتر شما زودتر برین حرفای منو براش بگین، خاطرتون جمع باشه تا اسم شیرعلی رو بشنفه میزنه بیرون. چشم سلامت باشی. سرکل شیرعلی پیدا شده. بفرم. سلامت باشی. حمدالله تو دیگه برو. برو شما برو. صبح یه سری به من بزن. بودو بودو برو بینم. منم لازمه همراهتون شما بیام. دیگه بفرمایید استراحت کنین، انشالله کارا به خوبی رو برا میشه، خیالتون راحت باشه. برو بابا جون، برو جونم، سلامت باشی. شما بفرمایید. آخه این کارا چیه دوست علی؟ راست راستی شما خیلی بچه هستین، برای اختلاف جزئی که بین همه زن و شوهرها پیش میاد که آدم نباید سرشو ول کنه بره. آخه این که درست نیست. میخوام 70 سال سیاه زن نداشته باشم، شما اسم اسرائیل رو میذارید زن؟ دوست علی آخه عزیز من، شما چند سال با هم زندگی میکنین؟ تو غم و شادی هم شریک بودین، حالا باید با هم زندگی کنین. خوش و خرم. آخه شما ها که نمیدونین مرد دست این لکاته چه میکشن. روز بی کسی و تنهایی تو پشتیبانی غیر از اون نداری، اونم غیر از تو کسی رو نداره. بالاخره زنته، هرچی باشه ناموسته، آبروی توه. تو هیچ حساب نمیکنی وقتی اینطور بی خبر میری قایم میشی گرگا. این گرگای امروز به خونه تو دست رازی میکنن؟ الهی گرگ پاره پارش بکنه. بابا این چه حرفیه میزنی؟ یه خورده فکر کن، مردم خیلی بدن، مردم انسانیت و مروت سرشون نمیشه. من مثل برادر بزرگ تو هستم، میخوام ذهنتو روشن کنم. اگه تصادفاً دیدی تو این مدتی که تو نبودی چیزی شده، اگه خدایی نکرده دیدی اتفاق بدی افتاده، گناه از زن تو نیست. چه اتفاقی افتاده؟ منظورتونو نمیفهمم. من نمیخوام تو رو ناراحت بکنم مرد، این قوم و خیشای تو آدمای پاکی نیستن. همین آقا که به اصطلاح بزرگ خانواده شماست. چی میخواین بگی؟ آخه چه اتفاقی افتاده؟ ببین دوست علی، قسم بخور که از من نشنیدی. اگه بشنفم به کسی گفتی اون وقت دیگه نه من نه تو. آقا من دارم دیوونه میشم، تو رو خدا زودتر بگی من بفهمم چه اتفاقی افتاده. به جان خودت قسم، به مرگ بچه‌ام حرف من از روی خیرخواهی. آخه منم باید بدونم آخه چه اتفاقی افتاده، چی شده؟ بعد از اون که تو رفتی قایم شدی، اینا شایعه کردن زبونم لال، یه بلایی سر تو اومده. اون وقت همین آقا بزرگ خانواده، اون شازده اسدالله میرزای هیز چشچرون هفت خط و فرستاد خونه شما، امشب پیش زنت عزیز سلطنه بخوابه که یه وقت نترسه. داد نزن، البته عزیز خانم کسی نیست که از این وصله بهش بچسبه، ولی زبون همسایه‌ها چی؟ شازده امشب رفته خونه من؟ پیش زن من؟ داد نزن. اون مردی که یه الوات بی سر و پا رفته خونه من؟ پیش زن من؟ شروعش نکن دوستش رو به عوضش میشونم. ناراحت نشو، بی خودی شروعش نکن دوستالی. این اسدالله میرزام آدمی نیست که اسدالله آدمی نیست که چی؟ ناراحت نشو. شما اون جنس خرابو نمیشناسی. من خودم میترسم پیش اون دختر آموز تنها بمونم. پدری از این شازده بزنونم گرد. خیلی خوبی. من این دختر آموز سر به نیستش میکنم. میره خونه من، میدونم باش چیکار کنم. پدرشو در میارم، بیچارش میکنم. آخی
کنین عزیز خانم. باز کنین بیام تو. تو رو خدا این درو باز کنین بیام تو. چی خشتایی؟ چیه؟ بریم چه خبره؟ امو عبدالله، امو عبدالله، امو عبدالله، خبرت سهی چه؟ امو عبدالله فرار کنین، زود باشین فرار کنین. خبر شده چه؟ خبر شده زود فرار کنین. آقا جون دوست علی خان پیدا کرده، بهش گفته که شما امشب پیش عزیز خانم خوابیدین. ای داد، حالا کی جوابی نره؟ جوابش با من هست. نه تو چی؟ تو چرا عزیز خانم بذارین فرار کنه؟ چشمای دوست علی خان مثل دو تا کاسه خون بود. نه ترجیونه یا رو آسپیرانه کجاست؟ بگو زود بره جلوش پیکه بره. همین در خیابون شراب بخره. اگه وادی میدن باز کن. مردی که یهیز. اگه راست میگی میدن باز کن. یه هیچ آده بی. اینی الان درو میشکنه. زن یه جایی نشون بده من برم قایم بشم. زیر تخت. نه. توی اختون. خفه میشم. تو گنجه. نه همه شوهره اول میدن سراغ گنجه. درو باز کنی. یه یکی طلب تو که مراد دست این خرس وحشی نجات داد. باز کنه این زنبان درو. اگه مردی میبیرون چیه؟ اگه مردی اون درو با چیه؟ چه خبره؟ کجاست این بیشرف؟ کجاست این دوتن آقا؟ کجا بودی؟ کجا؟ آقا یه چیزی هم طلبکاره. پی کی میگردی؟ پی اون دوتن آموز؟ پی اون مردی که هیز؟ کجاست؟ کجاست این شاز دست و لمیزده بیشرف؟ کجاست؟ اگه دیوونه شدی گفتم پی کی میگردی؟ کجاست؟ کجا قایمش کردی؟ من کسی رو قایم نکردم. الان خدمتت میرسم. آخه اصلا اینجا چی کار میکنه؟ خجالت بکش دیگه، شوش در آوردی ها. بگو کجا قایمش کردی؟ ننشون رو ازاش میشونم من. به خدا، به پیر، به پیغمبر اینجا نیست، به روح آقای بزرگ قسم. خانوم از اون شراب که خواسته بودین پیدا نشد، یه شراب دیگه براتون خریدم. شما که عزیز خانوم نیستین؟ کجا رفتن؟ زود تون سنی فوری جواب بده. اینجا خراب است. پس برو اون برا بگرد، باید یه رای پیدا کنیم دیگه. سخته زیر پامون خراب نشه. زود باش یه رای پیدا کن. تاریک آخه. اون برا بگرد، اون برا بگرد. اگه را بود بیا من خبر کن. زود بیا. آقای مرد شما باز اومده دازه. نه اما اصلا نه حالا تی چند شب ما کبیرت نکستیم. گردنه خوب با چند جمع افتاده. گردنه توی شیرالی آقا ما شما را نشنفتیم با دو دفته گرفتیم. شما اقالو پشت با نپرس شیرالی نپرس، از بس مردم بدن شرورن. ما نوکر شمایی بدخوا داشتیم. بیایم پشت دیوار صدا بکنیم شیرالی پاشا بیا، بعدشم دیگه کارتون نمیدیم. این دوست داری سر همون اختلاف ملکی یادت چند سال پیشا ما رو دعوت کرده بود خونش، نگو میخواسته انتقام بگیره. منم رفتم خونش، خود بی همه چیزش نبود. با خانمش به صحبت نشستیم که یک دفعه سرزده اومد تو، نسبتهای بی ناموسی به من داد. دیدی کسی برای آزار مردم حاضر بشه به ناموس خودش تهمت بزنه؟ لازمی آقا روک به شرفش بیا. اگه شرف داشت که به مردم تهمت نمیزد. تاهله تاهله چیه؟ چیه شیرالی؟ تاهله اون ساتور وردال بیال بالا. ساتور؟ میخوای چیکار کنی شیرالی؟ شما لب به تلکنین آقا تا من رو داشته میرزم برون. مومنت خواهش میکنم شیرالی، یا آبرو ریزی میشه. من امشب یه جای قایم میشم تا فردا، فعلا بذار این بیابرو آروم بشه. امشب خونه ما تشریف داشته باشین، قدمتون رو چشم ما جا براتون میندن تو زمین بگیرین بخوابین. قربون تو شیرالی،
برادر مایی. بهتر شما اول برین جلو یه خبری به خانم بدین، سرزده خوب نیست، من میام خونه شما. استغفر الله، اصل میزا این حرفا به شما نمیچسبه، اصلا آقا زن باید خودش نجیب باشه. بله صحیح. اصلا میرزا شما جای برادر بنده هستین، این عیال بنده جای نوه عزیز خانومه. ابدا ابدا، شما طاهر خانومو با اون افریته مقایسه میکنین. عیال جوون آقا هرچی باشه به دورش مدام میچرخه مثل فرفره، اما عیال ما اولندش که از خونه تکون نمیخوره، دومندش خب شما حالا بفهمو جلو یه خبری بده. به ششم آقا، اما ببخشیم ما جلو میریم. زنده باشی سعید. چی عمو جون؟ عمو جون تو برو خونه، از منم خبر نداری کجا هستم، فهمیدی؟ تاهله چیه؟ امشب مهمون داره. چیزی لازم ندارین که براتون بیارم. نه عزیزم اینجا همه چی هست، تو فقط یادت باشه نمیدونی که من کجا هستم، مخصوصا به اون افریته از سلطنه هیچی نمیگی ها. خیالتون راحت باشه. اوکی. خداحافظم اصلا. پیشی جوان یادت باشه کاری گرفتاری پیدا کردی به عمو بگی. خلا جون زود باش تاهله، گفتم جابل آقا بنداز تو زیل زمین. بفرمایید آقا، منزل خودتونه، قدمتون لو چشم ما. بفرمایید. این بالاخره منو میکشه. مگه دوست علی خان از اون جنازه ما لرد بشه که شما رو بکشه؟ کسی که به در این خونه کج نگاه کنه نوکرتون البته دو چرخ قتل میکنه. ما تا حالا دو تا شقه کردیم، اونم روز سلام عزیز خانم. سلام، چه خوب شد دیدمه سعید. راستشو بگو، تو نمیدونی دیشب اسدالله کجا رفت؟ والا عزیز خانم دیشب وقتی سرکله دوستداری خان پیدا شد من اینقدر ترسیده بودم که حواسم به هیچ چی نبود. اول از پشت بوم رفتیم تا نزدیک خنده، از یه دیوار پریدیم تو کوچه، بعد عمو اسدالله منو فرستادن خونه خودشون رفت. از دیوار پرید؟ آره. خیر نبینی اصل چه کارا میکنی؟ ببینم نفهمیدی کجا رفت. والا نمیدونم، شاید رفته باشم منزل. منزل؟ نه بابا دیشب منزل نرفت، خیلی براش دلواپسم. آخه این دوستالی احمق پیش خودش خیالاتی کرده، قسم خورده اسدالله رو بکشه. بکشه؟ قناعت کرده دوستالی؟ مگه من مردم؟ دوستانی جربازه این کارا رو که نداره، اما یه وقتی که زد به سرش. ببین سعید جون، اگه یه وقت دوست داری از تو چیزی پرسید حرفی نزنی ها؟ نه خاطرتون جمع باشه عزیز خانوم، من اصلا چیزی ندیدم. راستی اون نایب مفتش آسپیران او چیکارش کرد؟ هیچی، کردمش تو کوچه در روش بستم. وقتی دوست داری پیدا شده دیگه اون نرخر غلط میکنه خونه ای ما بمونه. میگم که من میرم یه سری به شاجنت بزنم، بعد میرم خونه اسدالله. اگه یه وقت پیدا شد بگو امروز این طرف آفتابی نشه، بگو اداره هم نره، این دوستادی بیشور ممکنه آبرو ریزی کنه. باشه. یادت نره ها، اگه یه وقت دوستالی چیزی پرسید حرفی نزنی. خاطرتون جمع باشه. چی میدوزیم اشخاصه؟ شلوار. از بس این روزا دنبال این اون دویدیم خشتکمان پاره شده. راستی بابام جان، اون عزیز خانوم نبود که تو حیات با شما صحبت میکرد؟ چرا؟
اومده بودم پرسجوی عمو اسدالله. تو نمیدونی عمو اسدالله کجاست؟ صبح کله سر آقا ما رو فرستادن دنبالشان، اصلا شب نرفته بودن خانه. آقای شمس‌علی میرزا رو هم بهشان گفتیم دیشب اینجا چه خبرها بوده، خیلی دلواپس شد. دیشب اینجا چه خبر بوده مشخصه؟ دیشب پس این همه اینجا سرصدا شد شما کجا بودی؟ من نمیدونم والا، شاید خواب بودم. خدا نصیب نکنه. دیشب آقای دوستعلی خان آمده بودن تفنگ به دست پیش آقا. آقا گفته بودن آقای اسدالله خان خانه نیست، باورشان نشده بود. رفته بودن تمام اتاقا رو گشته بودن. آقا هم عصبانی شده بودن، غضب کرده بودن، دو تا سیلی شراب و شروب خوانده بودن برای گوششان. آقای دوستعلی خانم قسم خورده بودن تا گلوله های تفنگشان رو تو شکم آقای اسدالله میرزا خالی نکنن. پس حالا نمیدونی عمو اسدالله کجا؟ پیداشون نیست. والا بابام جان دروغ چرا؟ بنداری دور شدن رفتن آسمان. شاید هم از ترس آقای دوستعلی خان رفتن یک جایی قایم شدن. حالا لابد یه جنگ و دعوایی هم سر پیدا کردن عمو اسدالله داری. آقا تنم ماشالله خوب قالچاق میکنه. دیشب نصف شبی این هم شهری ما آسپیران قیاس آبادی را کشیده بودن توی باغ. ما از پشت درخت ها شنیدیم بهشان میگفتن دوستعلی خان و آقای اسدالله میرزا کشته. خدایی بود که از آنجا ما شنیدیم. رفتیم دنبال این قیاس آبادی، حالیش کردیم که اینا با هم بدن، میخوان برای هم قالچاق بکنن. پس اگه تو نبودی لابد امروز سر و کله اون نایب تیمورخان باز اینجا پیدا میشد. مشق حسین اگه یه کاری بگم میکنی؟ میشه ازت یه خواهشی بکنم؟ من میترسم برم خونه دایی جون. میشه بری بگی لیلی یه دقیقه بیاد تو با؟ غلط نکنم شما خاطر لیلی خانم خیلی میخوای. عیبی نداره بابام جان، خودت برو. راستش ما از آقا میترسیم با اون دوتا سیلی که دیشب تو بناگوش آقای دوستعلی خان زدن. خودت برو از سر زیر زمین. لیلی خانم تو اندرونی هستن، اگه آقا پیداشان شد از همون در زیر زمین بزن به چاک. برو بابام جان. راستی مشخصم این پولی فشفشون نره به دایی جون بگه. خاطرتان جمع باشه بابام جان. خبرداری پوری آقا رو بردن اجباری؟